ادامه جنجال ها بر سر نتایج آزمون کانکور امسال پای وزیر تحصیلات عالی کشور را در نخستین نشست عمومی مجلس نمایندگان کشاند. در پی افزایش اعتراض برخی اشتراک کنندگان آزمون کانکور امسال که بی نتیجه اعلام شده و یا ناکام ماندند، مجلس نمایندگان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور را برای پاسخگویی به این نگرانی ها به نشست عمومی روز شنبه مجلس فرا خواند. در حالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان از تقلب، عدم توازن و سوء مدیریت در آزمون کانکور سال روان سخت انتقاد کردند، شمار دیگری از اعضای مجلس دیدگاه متفاوتی داشتند و آزمون کانکور را شفاف می دانستند. نتایج کانکور قناعت بخش نبوده برای مردم افغانستان و دیدن که تای تظاهرات شکایت خود به شورای ملی و حتی به وزارت تحصیلات عالی هم پیشکش نمودند. دی کانکور دی آزموین دی سوالو فرمون ایستر شوی دی او پا دی مورد بانده سارنوالای دوه کسه دی نتایج و دی اعلان پا تکیب سر نیولی دی. این پیام دردناک با آنهایی که در مناطق مختلف افغانستان مکاتب عریق میکنن و مانع رفتن شاگرد به مکتب میشن، با او همی پیام میتم. باید نزد وکیل صاحبا این ولایت الگو بوده باشه و جوانا باید تشویق شون، نه یکی گفته شوه که فاریاب چرا نمره بالا گرفته، چرا تحصیلات عالی، یا غور چرا ایتو شده، یا مثلا پروان زحمت کشیده شاگرد، آفرین نشان. با این حال وزیر تحصیلات عالی کشور هر گونه دخل و تصرف و تقلب در آزمون کانکور امسال و نتایج آن را رد کرد. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور گفت نتایج آزمون کانکور توسط دستگاه بسیار پیشرفته صورت گرفته و مقامهای وزارت تحصیلات عالی در آن هیچ نقشی ندارند. یک باری که کمیته میره با یک ولایت جهت عقض امتحان بر از او سوگند داده میشه و دوباره وقتی که میره همچنان گزارش خود برای کمیته ارائه میکنه و تنها کمیته نمیره بلکه نماینده ارگانهای امنیتی هم یک جا با کمیته اونا تشریف میبرند. در کمیته امتحانات کدام دخل و تصرف از طرف مقامات به هیچ وجه وجود نداشته، چون شرایط قرنطینه است و همیشه خداوند حاضر و ناظر دانستیم. وزیر تحصیلات عالی همچنان گفت آنان کمیته ای را متشکل از اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و وزارت تحصیلات عالی تشکیل دادند تا به شکایت های موجود رسیدگی کند. وزیر تحصیلات عالی افزود بانک شمار فارغان صنوف 12 مکاتب کشور با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، اما آنان ظرفیت جذب کمتر اشتراک کنندگان کانکور به نهادهای تحصیلی را دارند. شاید سال آینده 3 لک از معارف امتحان بده. اگر ما از امیال برنامه و پلان را ساختیم که ما مثلا بتانیم در برنامه انکشاف مؤسسوی پوهنزای های زیاد و پوهنتون 2-3 پوهنتون و تعلیم و تربیه که در 3 ولایت است اونا را ارتقا بدیم به پوهنتون و پوهنتون های جدید را که زیر کار داریم، اما ما شاید بتانیم نهایت از ظرفیتی که امسال است در پوهنتون دولتی ما مثلا 10 تا 15 هزار نفر دیگر بیشتر بسازیم جذبه، اما این امکان نداره که 3 لک نفری که از معارف فارغ شوه ار 3 لک نفر به تحصیلات عالی را پیدا بکنه. در آزمون کانکور سال روان خورشیدی بیش از 175 هزار تن شرکت کرده بودند که از این میان بیش از 55 هزار تن آنان به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را یافته و بقیه بی نتیجه و یا ناکام اعلام شدند.